بنابر اعلام دفتر مرکزی مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام در اروپا به خبرگزاری اخبار شیعه، فینال مسابقه بین المللی استعدادیابی شیعه وایس استعدادیابی شیعیان برتر جهان امروز شنبه 16 اردیبهشت 1402 در سالن باربیکن سنتر واقع در مرکز شهر لندن برگزار می شود. این مراسم همزمان به صورت زنده از تلویزیون‌های امام حسین علیه السلام به زبان‌های انگلیسی، فارسی، ترکی و عربی پخش و دوبله می‌شود. گفتنی است پس از طی کردن مراحل مقدماتی این مسابقه از بین 72 نفر شرکت کننده، 10 نفر از شرکت کنندگان به فینال راه یافتند و در نهایت به 3 نفر اول جوایز نفیسی اهدا می‌شود. لازم به ذکر است که 4 نفر از شخصیت‌های سرشناس و محبوب شیعیان غرب فینال مسابقه شیعه وایس را داوری می‌کنند. این چهره‌های شاخص عبارتند از دکتر سید عمار نخجوانی از بزرگترین سخنرانان انگلیسی زبان، نزار قطری مداح مشهور عرب زبان ساکن انگلستان، سید میثم عباس مداح مشهور اردو زبان از کشور امریکا و سید جلال معصومی قاری بین‌المللی قرآن کریم. همچنین میهمانان افتخاری این مسابقه مداح محبوب و مشهور اهل بیت لحم السلام آقای محمد بوجباره از کشور عربستان است. لازم به ذکر است جایزه نفر اول مبلغ 10,000 پوند به همراه اجرای برنامه در شبکه امام حسین علیه السلام 3 به زبان انگلیسی در دهه اول محرم 1445 می باشد. فصل دوم مسابقه شیعه وایس با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای امریکا، کانادا، هلند، آلمان، سوئد، فرانسه، بحرین و انگلستان برگزار شد که برندگان حاضر در فینال مسابقه از کشورهای انگلستان، امریکا، آلمان و کانادا می باشند. حاضرین در سالن فینال مسابقه شیعه وایس از ابتدای ماه مبارک رمضان حضور خود را رزرو نمودند و تعداد آنها 1150 نفر در سالن باربیکن در مرکز شهر لندن خواهد بود. در پایان گفتنی است در فینال مسابقه شیعه وایس دو قاری قرآن، یک شاعر انگلیسی زبان، 3 مداح اردو زبان، 2 نفر در قسمت سخنرانی و 2 نفر هم در بخش مداحی به زبان عربی به رقابت می‌پردازند.